بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. دوستان عزيز سروران گرامی، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه های زیبای شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، هدف ما از عرض این برنامه ها ایست که ما مسلمانان چگونه بتوانیم به پروردگار خود نزدیک شویم، ایمان خود را قوی بسازیم، عقیده خود را راسخ بسازیم، حقیقت آفرینش انسان را در این جهان درک بکنیم. این از هدف اصلی ما از عرض این برنامه ها و این از هدف اصلی خلقت انسان در این جهان. یعنی خداوند انسان در این جهان بیهوده نیافریده است. اگر ما به قرآن کریم دقیق شویم و قرآن درست مطالعه بکنیم، گذشته از اینکه قرآن کلام خداوند هست و خداوند این را به خاطر هدایت و به خاطر رهنمایی بشریت نازل فرموده است، خداوند در این کتابش برای ما آبادی دنیا و حفظ دین را هم در این کتابش از ما خواسته است که هم دین خود را حفظ بکنیم و هم دنیای خود را آباد بسازیم. پس ما دوستا کوشش میکنیم که آن مخلوقی که خداوند در این جهان آفریده است و در هر مخلوق خداوند حکمت ها و درس ها و اندرز های خیلی زیاده هست. شاید ما او را درک کنیم، شاید از درکی از او عاجز باشیم، ولی هست. همه چیز در این جهان هست. لذا در هر برنامه کوشش میکنیم که یکی از موضوعات مهمی که یا در گذشته رخ داده هست یا در آینده رخ میدهد و یا در زمان فعلی موجود هست، اون را قرآن عظیمشان اشاره نموده است و یا مثلا در احادیث ذکر از شده است، او را خدمت شما عرض بکنیم. بزرگترین چالشی که امروز در مقابل مسلمانان قرار دارد دوستایی است که دشمنان اسلام شب و روز در تلاش هستند که شبهات را در رابطه به دین ما وارد بسازند. شبهات را وارد بسازند و هدف از پخش و نشر شبهات در دین، در دین اسلام ایست که مسلمانان را در عقیدهشان مشکوک بسازه، مسلمانان را در رابطه به دینشان متردد بسازه. این از هدف از پخش و نشر شبهات در رابطه به اسلام. کسایی که خداوند برشان ایمان قوی داده است، اونها هرگز در مقابل هیچ شبهه، در مقابل هیچ طوفان متزلزل نمی شوند. ولی کسانی هستند از مسلمانان که ایمانشان ضعیف هست، عقیدهشان ضعیف هست، اونها شاید بشنیدن این شبهات متأثر شوند، شاید شکهای در رابطه به مسائل دینشان برایشان پیدا شود. لذا هیچگاه ما باید در رابطه به دین خود شک و تردید نداشته باشیم. چرا؟ به خاطر از اینکه اندکترین شک و تردید در مسائل دین خطر بیرون رفت از دین هست، ما را از دین دور می سازد، شاید بیرون بسازد. لذا کوشش کنیم که هر آن چیزی که خداوند برای ما در کتابش فرموده است او را قوی به او چنگ بزنیم و او را در زندگی خود پیاده بسازیم. ای از دوستا هدف ما از عرض این برنامه ها. موضوعی را که امروز خدمت شما عرض میکنیم دوستا بسیار یک موضوع مهمی هست، سفر عروجی. این عنوان درس امروزی ما هست. ببینید دوستا، در آغاز صحبت ها خدمت شما عرض کردیم که جهان من حیث کل خداوند آفریدگار این جهان هست. با تمام مخلوقی که ما در جهان میبینیم
اگر خرد است یا بزرگ است، خالقش خداوند متعال هست. لذا دوستان عزیز، خداوند متعال در قرآن کریم بارها از ما انسانها خواسته هست که در مسائل جهان فکر بکنیم، در کائنات خداوندی تدبر بکنیم، هر چیزی را که میبینیم، هر چیزی را که لمس میکنیم، با هر چیزی که تعامل داریم، بدون شک خالقش خداوند هست. خالق هر چیز خداوند متعال هست. لذا دوستان عزیز، بر ماست که از عقل و فکر خود در رابطه به خلق خداوند استفاده بکنیم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. خداوند از کفار خواست است. افلا یتدبرون القرآن، چرا اونها فکر نمی کنند؟ کفاری که شب و روز در معارضه بودن با پیغمبر صلی الله علیه وسلم در رابطه با پیغمبران گذشته اقوامشان، خداوند میگه چرا افلا یتدبرون، تدبر فکر نمی کنند؟ این کار صورت گرفت، این چیز آمد، دی چرا فکر نمی کنند؟ اگر هرگاه شما فکر کردین، شما به حقیقتی از او چیز پی میبرین. شما به حقیقتی از او چیز پی میبرین. لذا تدبر و اندیشیدن در خلق خداوند یکی از مقتضیات مفاهیم یا مقاصد قرآنی هست دوستان. یکی از مفاهیم و مقاصد قرآنی هست. تدبر در خلق خداوند، تدبر در آفرینش خداوند، تدبر در مخلوقات خداوند، که این مخلوقات خداوند به چه زیبایی آفریده است، این جهان خداوند به چه زیبایی آفریده است. پس از ما میخواهد که باید در این مخلوق خداوند فکر بکنیم، بندیشیم. دوستان عزیز، در رابطه اگر ما کمی دقیق شویم، قرآن کریم قسمی که علمای قرآن شناسی فرمودند که قرآن کریم یکی بر ششم حصه آن در رابطه به مسائل جهان هست. یکی بر ششم حصه قرآن کریم چیست؟ در مسائل جهان هست. بعضی ها فکر میکنند که یک فکر غلطی هست، یک تصور غلطی هست که اونها میگن که قرآن تنها مسائل دین برای ما بیان نموده است، دیگر در هیچ چیزی دخلی ندارد. قرآن تنها مسائل دین هست، ای تو فکر میکنن، در حالی که این تصور کاملا اشتباه هست، کاملا اشتباه هست. این نظریات همون سکولرهای است که اونها میخواهند که دین را از مسائل دنیوی دور بسازن یا جدا بسازن، دین را با زندگی هیچ ربط ندهند. این یکی از برنامه های دشمنان اسلام است که ما شما را در رابطه با مسائل دین، این مسائل برای ما چی میکند؟ عرض و تقدیم میکنند. در حالی که ما باید متوجه باشیم دوستان، خیلی متوجه باشیم. ببینین یعنی اگر کمی دقیق شویم، کی این کتاب را نازل کرده است؟ خداوند متعال نازل کرده است. این کتاب، کتاب کی هست؟ کتاب خداوند هست. ما شما میگیم که قرآن کلام الله هست، قرآن کلام الله هست. این جهان کی آفریده است؟ خداوند متعال. پس قرآن را هم خداوند نازل فرموده است و جهان را هم خداوند آفریده است. پس در بین این دو، که قرآن و جهان هست، رابطه تنگاتنگی هست، رابطه تنگاتنگی هست. خداوند دینش را به شکل برای ما نازل نفرموده است که شما انسانهای گوشنشین باشین، در رابطه به زندگیتان، در رابطه به دنیا، در رابطه به جهان شما هیچ فکر و اندیشه نداشته باشه. نه خیر، چنین نیست. وقتی که خالق جهان هم خداوند است، وقتی که منزل قرآن هم خداوند متعال است،
پس در بین این دو چیز یک رابطه بسیار قوی هست که خداوند حتی در قرآن کریم بارها به این مسئله اشاره شده است که خداوند انسان خلیفه زمین قرار داد. اینی جعل فی الارض خلیفه. بعد از او باز مسائل خلافت انسان در روی زمین به معنای چیز آبادانی زمین هم هست. شما این زمین رو آباد بسازید. آبادی زمین یعنی آبادی جهان. این هم خداوند از ما خواست. چرا که آبادانی زمین یک بخش مهم زندگی انسانها و بشریت و زندگانها هست. آیا می شود که انسان بدون آبادی زمین در این جهان زندگی بکند؟ نه خیر. ممکن نیست که انسانها همانند دیگر زندگانها زندگی بکند. نه خیر. خداوند انسان عظمت داده است. خداوند انسان کرامت داده است. خداوند انسان ویژگی داده است. خداوند انسان مقامهای خیلی بلند داده است در بین دیگر مخلوقات. ولقد کرمنا بنی آدم. ما تکریم دادیم بنی آدم را. این به معنای چیست؟ به معنای عزیز که ای انسان، تو نسبت به دیگر زندگان‌ها به نزد خداوند جایگاه خاصی داری. تو دارای جایگاه خاصی هستی در بین انسان، در بین دیگر مخلوقات. حتی اگر انسان به مقامات خیلی خیلی بلندی برسد، مقامش از فرشتگان هم بلندتر می شود. مانند کی؟ مانند رسول صلی الله علیه وسلم که خیر الانام هست، بهترین مخلوقات هست، بهترین انسان ها هست. او مقامش از فرشتگان هم بلندتر، بالاتر هست. ای چیز رسول صلی الله علیه وسلم انسان بود، همانند ما و شما واره. رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان بود، پدرش عبدالله بود، مادرش آمنه بود و جدشون عبدالمطلب بود، از قبیله قریش بود، انسان بود همانند ما شما. ولی خداوند جایگاهی برش داده است که به او جایگاه حتی فرشتگان هم رسیده نمی توانند. این چیز، این مقام انسان است دوستان، که گاه گاه خداوند انسان به مقاماتی می رساند که هیچ مخلوق دیگری رسیده نمی تواند، دیگه مخلوقی رسیده نمی تواند. لذا بر ماست دوستان، بر ماست که در رابطه به حقیقت خلقت خود در این جهان باندیشیم. بر ماست که در رابطه به مسائل جهان فکر بکنیم، تدبر بکنیم که خداوند متعال برای ما این جهان به خاطر چی هدف آفریده است. اهداف یا هدف خلقت و آفرینش جهان را باید ما شما درک بکنیم. هرگاه انسان دوستا، یک چیز بسیار نقطه مهمی است که هرگاه ما در رابطه با جهان باندیشیم، به همون اندازه به خداوند نزدیک میشیم. تنها مسائل علمی نیست که مثلا فلانی عالم فلانی مسئله را در رابطه با مسائل در مسائل جهان کشف نموده است. فلان یک موضوع را کشف نموده است، یک موضوع علمی شد. نه خیر، علمی نیست. این به مسئله دین ما مستقیما ربط دارد. بدون شک امروز ببینین فضاشناسانی که سفرهای فضایی نمودن و دوباره برگشتن، اونها چی چیزهای را در جهان مشاهده نمودن، چی چیزهای را اونها چی کردن؟ مشاهده نمودن در رابطه با مسائل جهان. از مشاهداتشان صحبت کردن، از مشاهداتشان صحبت کردن. پس مشاهدات در رابطه با مسائل فضا که کمتر انسان‌ها به او اطلاع دارن یا معلومات دارن، این فضا را کی آفریده است؟ خداوند متعال آفریده است. خالق فضا خداوند است. خالق ستاره ها و سیاره ها و کهکشان ها خداوند است. اون میلیون ها ستاره هایی که در کهکشان ها وجود دارد، خالقش خداوند است. زمین یک سیاره بسیار کوچکی است در رابطه با جهان. در این جهان پهناور، موقعیت زمین یک موقعیت خیلی کوچکی هست
اگر زمین را ما نسبت به دیگر ستاره ها و سیاره ها و کهکشان ها مقایسه کنیم، زمین یک مخلوق خیلی کوچکی هست. مثلا ما چیزی را که میبینیم بزرگترین مخلوقی که به زمین نزدیک است، مثلا آفتاب و مهتاب است. آفتاب از زمین کرده خیلی بزرگ است، خیلی بزرگ است. ولی چیزی که خداوند برای زمین داده هست، ویژگی که زمین دارد، دیگر ستاره ها و سیاره ها و کهکشان ها ندارد. بالای زمین انسان زندگی می کند. انسان مخلوق مکرم خداوند است. خداوند انسان را به خاطر هدف بزرگی آفریده است. خداوند جهان برای انسان آفرید، انسان به خاطر پرستش و عبادت خود آفرید. در سوره ابراهیم ما آیات خیلی زیاد در قرآن کریم داریم، مثل که در سوره ابراهیم خداوند متعال اشاره نموده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ببینید در این آیه متبرکه خداوند به چند چیز اشاره کرد. خداوند ذاتی است که آفریده است آسمان ها و زمین. بعد از او فرمود که از آسمان آب را نازل فرموده است و انزل من السماء ماء، یعنی آب از ابرها پایین می آید، یعنی باران می شود، بارش می شود. بعد از او فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، توسط این آبی که از آسمان یا از ابرها پایین می آید، توسط از او بر شما میوه ها و دانه ها و خوراک باب را چی می کند؟ از زمین بیرون می سازد. بعد از او خداوند متعال موضوع دیگر اشاره می کند که خداوند ذات است که برای شما کشتی های بزرگ را، کشتی های غول‌پیکر را مسخر ساخته است، برای شما دریاها را مسخر ساخته است، برای شما آفتاب و مهتاب مسخر ساخته است، برای شما شب و روز مسخر ساخته است. این واژه تسخیر به معنای خدمت انسان است که این همش در خدمت تو است ای انسان، و تو به خاطر عبادت و پرستش خداوند شدی، آفریده شدی. این دوستان عزیز هدف اصلی از آفرینش انسان و هدف اصلی از خلقت جهان. پس بر ماست که در کائنات خداوند بندیشیم، فکر بکنیم تا به خالق این جهان برسیم و به پرستش و عبادت از او بپردازیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.